ما این بحثی راجع به مثلا بحران در هوسر شروع کرده بودیم، امروز میخوایم به راه حلی که هوسر برای غلبه بر این بحران داره یه اشاره، یعنی اشاره کردن شروع بکنیم که حالا تا یکی دو جلسه درگیر این راه حلی ایشون هست. ببینید ایشون معتقد هست که ما باید برگردیم دوباره به سوبژکتیویته. بحران چی بود؟ بحران این بود که به طور خلاصه بحران این بود که یه تحولی در فرهنگ اروپایی اتفاق افتاده و اون غلبه راسیونالیته علمی است بر تمامی معرفت انسان‌ها. الان این وضعیت به حدی رسیده که علوم طبیعی حرف اول رو میخوان بزنن، اونایی هم که علوم از علوم انسانی در واقع دم میزنن، علوم انسانی وضعیتش تابع علوم طبیعی شده، اونها هم بحران پیدا کرده و از اینها بدتر و از همشون مثلا خطرناکتر بحران در خود فلسفه است که فلسفه جایگاه اصلی خودش از دست داده. حالا برای اینکه ما دوباره برگردیم به وضعیت متعادل، از این وضعیت بحرانی خارج بشیم، باید بیم چیکار بکنیم، یه راه حلی درست کنیم. راه حلش از نظر ایشون بازگشت به سوبژکتیویته است. بازگشت به سوبژکتیویته ممکنه این سوال رو ایجاد بکنه که خب مگه قدیم تر از تو کسی راجع به سوبژکتیویته حرف نزده، پس کانت چیکار کرده؟ اصلا مشکل راسیونالیته علمی ریشش توی سوبژکتیویته است. هوسر معتقده به همین دلیل ما باید دوباره برگردیم به سوبژکتیویته، چون بحران جدید با پرداختن به سوبژکتیویته شروع شده و سوبژکتیویته باعث شده که ما از اون راسیونالیته علمی برخوردار بشیم، بعد آمده جلو و این مشکلات مسائل پیش آمده. حالا بنابراین ما برای علاج این باید برگردیم به ریشه دوباره و دوباره سوبژکتیویته رو مطرح بکنیم. اما این بار بازگشت به سوبژکتیویته به معنای قدیمیش نیست. سوبژکتیویته در دوره مدرن ظهور کرده، منتها بدون مفهوم حیات. سوبژکتیویته مکانیکی است. از دیدگاه هوسر سوبژکتیویته که ظهور کرده، سوبژکتیویته علمی است و مکانیکی، فاقد عنصر حیات و زندگی. بنابراین ما باید دوباره به سوبژکتیویته برگردیم و این بازگشت ما به دو نحو امکان داره. یکی بر اساس مفهوم حیات، یعنی به طریق بازگشت به یک نوع علم حیات، و دوم بازگشت به روش روانشناسانه که یعنی یک جور یک علم نفسی در واقع تغییر کنیم که اون علم نفسه بتونه تدارک مافات بکنه. این دو راهی است که سر راه ما وجود داره. از نظر ایشون بنابراین راه حل بحران، این بحرانی که توصیفش توی دو جلسه سه جلسه گذشته گذشت، راه حل بحران در بازگشت به سوبژکتیویسم است و دعواش همین است که سوبژکتیویسم رو یک جوری از اون حالت مکانیکی بکشیم بیرون. و برای اینکه این کار رو انجام بدیم دو راه سر راهمون هست، یا پرداختن به یک علم الحیات یا پرداختن به یک علم النفس هست که حالا طریق اولش که علم الحیات هست امروز راجبش صحبت می‌کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم ببینید در همون دوره‌ای که هوسر داره کار میکنه، دوستان میدونن این رو، هم در سنت آلمانی هم در سنت فرانسوی مکتبی به اسم ویتالیسم جریان داره که مکتب حیات هست، اصالت حیات هست. آیا هوسر اصالت حیاتی میخواد بشه؟ نه. یعنی بنابراین ما هوسر رو جزء ویتالیست‌ها حساب نمی‌کنیم هیچ وقت. چرا؟ چون مفهومی که ایشون از حیات میفهمه بیولوژیک نیست. کسانی که ویتالیست هستن از حیات در وهله اول مفهوم بیولوژیکی میفهمن، مثل برگسون، مثل کسانی که در حوزه های به صدا آلمانی کار میکنن، مثل هکل، ارنست هکل، که اینها کسانی هستن که مفهوم حیات رو جدی میگیرن، اما مفهوم حیات براشون مفهوم بیولوژیکی داره، نه مفهوم فلسفی. و یعنی مفهوم فلسفی که ازش استنباط میکنن مبتنی بر مسائل و داده های زیستشناسان هست. این یه مشکلیست که از نظر هوسر قابل توجه نیست. چرا؟ خطرش کجا؟ خطرش همون مشکلیست که در واقع هوسر میخواد حلش بکنه. چون به نظر هوسر میاد که فلسفه وقتی خودش رفت زیر به اصطلاح نفوذ علم،
بحران درست میشه براش. و مشکل دوران جدید هم این بوده که همیشه الگوهای فلسفه و تفکر فلسفی از علوم گرفته شده. یعنی فلسفه یک وضعیتی مثل تار عنکبوت پیدا کرده که این علوم در واقع برای خودشون مستقلا عمل میکردن میکنن، پوزیتیویست ها اینجوری فکر میکنن که علوم مستقلا عمل میکنن و فلسفه تار عنکبوتوار این وسط تنیده شده، این فلسفه این وضعیت مزبزب رو پیدا کرده و بنابراین خیلی خطرناک. ما اگر بخوایم دوباره مفهوم بیولوژی رو الگو قرار بدیم، این مشکل برای ما هست که دوباره فلسفه در اینجا تابع اون وضعیت بشه. پس باید چه کار بکنیم؟ بفرمایید. اشکال دریدی ها رو گفتم؟ نه، یکی شما فرسته این درست قرار اشکال دوم هست. آه، من گفتم قرار نیست دوباره دیگه هست که درسته. حالا این رو مقدمه چیلی کردیم؟ اون بحث دریدی ها در بحث دریدی ها در مورد بحث ترس حسر بود از این که بحث غفلت، ترسش از بحث غفلت بود که در واقع شروع کردیم. به نظر گفتیمش بحث رو اشکال دومده. پس اون مونده، اون رو حالا یه مناسبت پیدا میکنیم ذهن همین بحثای خودمون دوباره بهش برمیگردیم، چون در واقع این تمدیداتی که کردیم از دست میره، این رو بهش برمیگردیم، چون حالا اون به هر حال یه چیز زمینه‌ای میتونم بحثش بکنم. ولی اجمالا این بحث رو حالا من به جای برسونم، این ویتالیسم بنابراین نمیتونه صورت بیولوژیکی داشته باشه. پس باید چیکار بکنیم؟ باید مفهوم حیات رو به نحو فلسفی واردش بشیم، یعنی از طریق سوبژکتیویته وارد بحث حیات بشیم، نه از طریق علم و ساینس. برای این کار پیشون میاد و مسئله حیات رو که اساساً از هگل مال خود هوسر نیست، این مفهوم حیات مال در فلسفه در ایدئالیسم نظری آلمانی مطرح بوده. ببینید هوسر و دیلتای همزمان هستند و از هم تأثیر و تأثیر پیدا میکنند و دیلتای هم مثل هوسر مفهوم حیات رو جدی گرفته به نحو فلسفی، هر دو هم متعلق هستن به این سنت آلمانی. دیلتا یک سوالی مطرح میکنه و اون سوال این هست که چرا فیخته نقطه عطفی است در تفکر جدید؟ چرا فیخته یک نقطه عطفی است؟ نه هگل، نه کانت. چرا فیخته یک نقطه عطفی است در تفکر جدید؟ بعد خودش جواب میده، به دلیل اینکه من رو به عنوان جوهر انکار میکنه و من رو به عنوان انرژی و حیات وضعش میکنه. چه فرقی میکنه؟ فرقش این است که من وقتی به صورت جوهر باشه، سوبژکتیویسم به صورت مکانیکی در میاد. یعنی سوبژکتیویسم تبدیل سوژه کانتی مد نظرتون بیا، چطور مکانیکی همه کارها انجام میگیره؟ یه دستگاه مقولات واهمه، یه سیستم صورت‌های پیشینی ادراک حسی هست، هر چیزی وظیفه خودش رو مثل ماشین انجام میده. خب و لذا کاملا به نحو مکانیکی اوبژه ساخته میشه، به نحو مکانیکی حکم صادر میشه، سوژه فراورده هاش در اینجا فراورده های یعنی تولیداتش تولیدات مکانیکی است. خود سوژه چی میشه؟ خود سوژه اینجا هویت جوهری خودش رو به عنوان شیء فی نفسه حفظ میکنه، ولی ما نمیتونیم در واقع از این سوژه یک به اصطلاح توسعه‌ای، یک گسترشی، حالتی که بخواد مثل به اصطلاح نفس که قدما قائل بودن برای خودش در واقع یک دولتی مستقل داشته باشه، کارآمدی داشته باشه. کار سوژه تبدیل شده به کار سوژه تبدیل شده به همین مکانیزمی که انجام میده. سوژه جوهریتش در کاریه که انجام میده. فیخته آمد چیکار کرد؟ فیخته آمد گفت که آقا این من چیزیست به اسم انرژی، چیزیست به اسم حیات و جوهریت نداره اصلا. وقتی جوهریت نداشته باشه سیال میشه.
خب سیار میشه. یعنی اگر شما تولیدات این سوژه حیات رو ببینید، این سوژه‌ای که حیه ببینید به معنای حیات و انرژی هست ببینید، این سوژه نه فقط میتونه کارهای معرفتی رو انجام بده، سوژه از اون حیث که جوهری نیست که به صورت مجزا بتونی تصورش بکنی، پخش همه جا میشه، همه چیز در واقع در شکل من در میاد بیرون. برای دیلتا همه چیز به شکل من در میاد بیرون، من اساس میشه توی اینجا. ولی این کافی نبود، این کافی نبود تا هگل ظهور بکنه. هگل وقتی ظهور میکنه، از بازسازی که در این مفهوم حیات صحبت بکنه، از ادغام و ترکیبی که در این چیز هست صحبت بکنه، حیات هست صحبت بکنه. حیات جنبه دیالکتیکی پیدا میکنه، یعنی حیات در درون خودش پتانسیل توسعه داره و از این حیث من رو به گسترش و تکمیل میره. درسته جوهریت برای فیخته انکار میشه، اما من پخش میشه، توسعه تاریخی پیدا نمیکنه. در هگه این توسعه تاریخی هم ایجاد میشه. خب این من کیه؟ من فردیه یا من کلیست؟ در هگل این من به صورت من کلی داره، یعنی در فیخته همیشه این حالت رفت و برگشتی هست که آخر سر معلوم نیست که بالاخره من فیخته من فردی است یا من کلی، هر کجا یه جور صحبت کرده. در هگل تکلیف کار مشخص میشه، منی که به عنوان حیات داره گسترش پیدا میکنه و کل حیات هومانیته است، یعنی من کلی است، منی است که مال من تنها نیست، مال شما نیست، ولی در این حال با ما تحقق پیدا میکنه. رابطه هومانیته با افراد، رابطه اون من کلی با من جزئی، رابطه کلی طبیعی با افرادش در تفکر مشایی ما، یعنی در واقع نه اینکه هومانیته یه چیزی مجزای از ما باشه، عین تحققش ما هستیم، ما هستیم که در واقع هومانیته با ما. یعنی اون هومانیته کلی به تمامی در من هست، به تمامی در شما هست، کل مجموعه اجزا نیست، کلی است. اینجوری دیگه، یونیورساله، نه یک کالکشن. خب از این حیث این من در واقع توی ظهورش برای فرد اینجوری. بنابراین من فردی از این حیث که تعین من کلی، یعنی از این حیث اون احتیاج داره به ما، اون من کلی احتیاج داره به ما. اینجوری نیست که من کلی بتونه کنه، ولی من کلی ازلیتی داره، به دلیل اینکه مهم از این جهت گفتم که فرد برای هگل مهم نیست. فرد از این حیث که من کلی و اومانیت تحقق پیدا کنه و تحصل پیدا کنه حتما باید باشه. مثل اینکه شما اگر بخواد بگید که حیوان ناطق بودن میخواد محصل بشه، احتیاج داره که حتما افرادش باشن. اگر هیچ افرادی برش محقق نباشه، حیوان ناطق هم محقق نیست. برای من کلی هگل دقیقا همین داستان هم هست. منتها این وضعیت اینجوری است که وقتی این من کلی داره سیر میکنه، مهم نیست که حالا این فرده من باشم یا شما باشی، مهم نیست که حسن پسر حسین باشه یا مثلا فرض کن که زینب دختر کبرا باشه، فرقی نمیکنه. این با همدیگری از لحاظ ترکیب افراد فرقی نمیکنه، ولی با همدیگری تحقق پیدا میکنن. ظهور تاریخی من به شکل منهای جزئی است. حیات به این شکل ظهور می‌کنه، یعنی من به عنوان مقوله حیات به این شکل به شکل کلیتی است که در قالب جزئیات‌ها ظهور می‌کنه. اصلا داستان هگل هم همینطوره دیگه، چون هگل می‌خواد در واقع رابطه کلی و جزئی رو حلش بکنه با هم دیگری و از این طریق می‌گذرتش به هم دیگری. اون مطلق نهایی ظهور خداگاهانه کلی است در این صورت‌های جزئی که این می‌فهمه. حالا این سر جای خودش، به اون نقطه چیز برگردیم، به اون نقطه که هوسر می‌خواد مشت که بکنه برگردیم. این منها به عنوان یک حیات این من به عنوان یک حیات استمرار داره، سوبژکتیو در اینجا تحقق پیدا کرده، اما مفهوم حیات شکل معرفتی خودش رو توی هگل از دست میده. درسته؟ شکل تاریخی کامل پیدا میکنه. کاری که هوسر در واقع داره میکنه
و دیلتای هم متوجه که اوسر داره چی کار میکنه و نمیخواد تن بده به کاری که اوسر انجام میده، این هست که مفهوم حیات رو دوباره به جنبه های سوبژکتیو حیات رو جنبه های معرفتی بشه ببخشه. از چه طریق؟ از این طریقه میاد رابطه سوژه و ابژه رو دوباره بررسی میکنه. این کارها مال هوسرل متأخره، مال هوسرل جلد دوم کتاب ایده ها به بعده، چون کتاب ایده های جلد دوم مثلا نقطه عطف در تفکر هوسرل است. هوسرل چند دوره تفکر داره، یه تفکرش برنتانویس، یه تفکرش جبهه‌گیری است در کتاب تحقیقات منطقی و کتاب ایده های جلد اول. در کتاب ایده های جلد دوم اصلا شما اختلاف فازش رو با ایده های جلد اول هم متوجه میشید، اصلا کاملا یه برگشت و چرخشی در کارش داره و آثاری مثل کارتزیان میتیشن و کتاب بحران و اینها بعد از جلد دومه، بعد از این چرخش هست که انجام گرفته. و شما سنخ این بحث ها رو با سنخ بحث های قبل از اون که کاملا جنبه های منطقی داره، با سنخ این بحث های که بیشتر به جنبه های کالچرال و فرهنگی و اینا توجه میکنه متوجه میشه. حالا داستان این است که ایشون میاد و دوباره رابطه سوژه و ابژه رو مورد تأمل مجدد قرار میده، رابطه‌ای که در کتاب تحقیقات منطقی از لحاظ منطقی را ارتباطش رو استوار کرده بود، اما اینجا میاد یه بحث جدید رو مطرح میکنه. یک بحثی که من قبلا هم اشاره کردم، یه بحثایی رو هگل من چیز هوسرل به درخواست هایدگر و فینک که از شاگرداش بودن در واقع در یک دوره درسی راجع به رابطه آگاهی و زمان ایشون تدریس میکنه که بعدم هایدگر ادیت کرد این کار رو. بله بفرمایید. من از خصوصیات تفکر گالیله به بعد انکار سیستم مقولات تشریح بوده است و هیچ فیلسوف مدرنیته، نه فقط فیخته که شما اشاره می‌فرمایید، هیچ فیلسوفی از دکارت به بعد، اصلا چرخش دکارت معناش اینه، دکارت برای چی اومد گفت که آقا مگه نمی‌فهمید که بگه آقا جوهر و عرض، آمد گفت چی؟ آمد گفت جوهر صفت حالت، جدول دکارت خاطرتون هست؟ اومد گفت جوهر صفت حالت، عمدن نگفت عرض، مگه نمیتونست بگه عرض، در حالی که همه آشنا بودن. خود دکارت سالهای سال چیز خونده بود دیگه، فلسفه مشایی خونده بود، ارسطویی خونده بود، چون کاتولیک بود، در مدرسه کاتولیک فلسفه ارسطویی سنتوماسی درس میدادن، بنابراین آشنا بودن با این واژه ها. منتها در آغاز دوره مدرنیته دو تا اتفاق همزمان میفته، همزمان رو میگم نه اینکه زمانش واقعا تطبیق بکنه، همزمان یعنی یک در یک دوره اتفاق میفته. دو تا سیستم بسیار کهنی که سالهای سال حکومت میکرد بر اندیشه بشر، اینها دو تاش یک جا کنار گذاشته میشه به وسیله دو نفر. سیستم بطلمیوسی راجع به عالم، یعنی سیستم کیهانشناسی بطلمیوسی توسط گالیله کنار گذاشته میشه رسما، حالا مقدماتش با دیگران هم فراهم شده بود. سیستم مقولات عشری واسه دکارت کنار گذاشته میشه. معنا هم داره این معنا هم داره که آقا اگر شما کیهان شناسی دعوت شد، کاسمولوژی دعوت شد، جهان شناسی دعوت شد، نمیتونه با فلسفه مقولات عشری سازگار باشه. شما باید این سیستم مقولاتی نوین طراحی بکنید. حالا مصداقا اشتباه بماند، ولی از لحاظ نفس قضیهش این نکته خیلی پیام خیلی مهمیه به قول امروزی که ما تو این دوره تاریخ ملاحظه میکنیم. مثل اینه که شما الان مثلا بیاید بگید که آقا من ببینید نظام نیست، شما الان نظام مقولات عشری ارسطویی رو هنوز که بخواید تبیینش بکنی تو ساختارهای کیهانشناسی بطلمیوسی جا پیدا میکنه، ولی شما اگه تو نظام کوانتومی بیا چطوری جوهر عرض رو هم بیاری که تطبیق بکنی؟ به تکلف میافتادن. بنابراین این سیستم، حالا من نمیخوام بگم کار درستی بوده، پیامش اینه به هر حال در یه دوره تاریخی از یک طرف سیستم کیهان شناسی بطلمیوسی توسط گالیله کنار گذاشته میشه و سیستم مقولات عشری توسط دکارت، و این مقبول میفته. انعرض میکنید یعنی چنان که نظام بطلمیوسی کنار گذاشته میشه مقبول میفته و بعد دیگه حالا تئوری های بعدی میاد بیرون و نمونه های بعدی، در اینجا هم داستان از این قراره که مقولات عشری کنار میره با سیستم دکارتی دیگه هیچ کس به مقولات عشری برنمیگرده.
توماسی‌ها رو کنار بذاره، اون ادامه دهنده سنت هم مراجع فیلسوفان مدرن داریم صحبت میکنیم، فیلسوفان مدرنی که مقابل سنت هستن. بنابراین دکارت میاد چیکار میکنه؟ میگه جوهر در مقابل جوهر میگه صفت. ابن نداره، ولی صحبت اینه که نظام شکسته میشه. ابن نداره فرمید یعنی میشکنه داستان توی اینجا. خب حالا اینجا بحث این است که جوهر، بله جوهر به معنی سابستنس یعنی چیزیست که همیشه این خودش به خودی خود چیزی بر او استوار میشه. خب اونا در جوهری که حالا عنوان میشه مقابلش عرض به کار برده نمیشه. این شیفت معنا داره، این تغییر جهت معنی داره و بعد از اون دیگه این نظام مقولات عشری نیست. حالا میاد سراغ فرمایش استالی. شما فرمید که برای فیخته وقتی جوهریت انکار میشه عرضیت نفس ثابت نمیشه. نه هر چیزی هم به اصلا این سیستم نیست. نه نه اینو نیست دیگه. شو. چیه؟ من تبدیل میشه به چیه؟ من تبدیل میشه به نفس حیات. به نفس حیات تبدیل میشه. به نفس که حالا تعبیر از انرژی میکنه. انرژی رو فیزیکی نمیفهمن. به معنی انرژی به معنی فیزیک اینشتینی که نیست که. در واقع این انرژی به معنی لغوی کلمشه، به معنی قوت در واقع توانایی. این حیات معادله با من میشه. به همین جهت من منتشر میشه. من منتشر میشه. خب این انتشار من به نحو دیالکتیکی هگلی نیست که یه زایش تاریخی در درون خودش ایجاد کرده باشه. ولی حالا شما میخواد بفرمایید که اگر با سیستم ارسطویی نگاه بکنیم به قضیه جوهریت، خود این جوهریت پیدا میکنه دوباره. نه میخوام عرض کنم که شما وقتی که جوهریت چیز رو انکار میکنید از انکار جوهریت، جوهریت لازم میاد تو سیستم ارسطویی. درسته حرف مرحوم علامه است میگه انکار جوهریت. میخوام این عرض کنم که در مورد من وقتی من رو مطلقش میکنید، شما وقتی من رو مطلقش میکنید و جوهریتش رو منتفی میکنید از انکار جوهریت، چون با چی قایم میخواد باشه؟ این سیستم ارسطویی فیخته تو این نظام اصلا فکر نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا فرض کنید که اعراضش جوهریت پیدا کنن، حالاتش جوهریت پیدا کنن، یا به تعبیر از تالی یکی از ادوارش بشه جوهریت. این اصلا از این جهت تعبیر سوی جنریز رو به کار میبره، خود فیخته به کار برده، یعنی قائم به خود رو به کار میبره، علت خود رو به کار بردن راجبه، ولی تعبیر مثلا جوهر مقابل عرض هم به کار میبره. اتفاقا حالا به سراغ هگل که رسم کلمه جوهر رو به کار میبره. هگل معتقده که این شکل نهایی این همون جوهر است. شکل نهایی این من که به مطلق میرسه، حالت ویژگی به صفت مطلق متصف میشه، این جوهریت پیدا کردن است. نهایتش این جوهریت پیدا کردن. مطلق باز این جوهریت فقط معنی لغوی داره، همون معنی سوی جنریز رو میده، معنی ارسطویی نمیده اصلا توی چیز. چرا؟ چون دلیلش هم خیلی واضحه. چون در کتاب منطق در ستون دوم مقولات نوکانه منطق هگلی، نظام مقولات عشری و منطق ارسطویی به نحو تز و آنتیتز ازش رد میشه ایشون. یعنی سیر دیالکتیک وجودی هگل هضم میکنه اون سیستم مقولات عشری و مثلا جوهر عرضی رو به عنوان یکی از مراتب تز و آنتیتزی که در سیر دیالکتیک وجودی هست. خب بنابراین که می‌فرمایید بله این در به معنا اصلا نیست. حالا این اشاره گرچه به تفصیل انجام می‌کنه تا شاید تذکرش بد نبود که اصلا سیستم از پیش از کانت، از دکارت، از با گالیله و دکارت در واقع این چرخش از عالم کهنه به عالم نو به این ترتیب انجام گرفت. لحاظ فیزیکی با گالیله اون اتفاق افتاد، لحاظ فلسفی با دکارت این اتفاق افتاد و این مونده دیگه. بعدون هیچ کس از فیلسوفان مدرن شما در تاریخ این 300 ساله اخیر شما کسی رو نمی‌بینید که نظام جوهر و عرضی ارسطو رو اثبات کرده باشه به نحو گذشته و به کار گرفته باشه، الا توماسی ها. نو توماسی ها هم حتی به اون نحو دیگه بحث نمی‌کنن. توماسی ها هستن که در واقع به اون نحو شما می‌بینید که بحث می‌کنن. توماسی ها کسانی که مثلا فرض کنید که در مقابل دکارت و هابس و اینها در واقع پافشاری می‌گن، مثل آرمور، مثل آرمور مثلا که توماسی هست، و مثل گاسند مثلا که هنوز اونجا این چیز رو داره. برای اون عنوان کلی بحثی که منتفی شده همچنان امروز هم مقبوله. این تایید فرمایش شما بوده که من گفتم و توضیح این بحث.
ببینید فلسفه اسلامی، کدوم فلسفه اسلامی؟ فلسفه اسلامی که درگیره یا درگیر نیست. ما فلسفه اسلامی الان توی دوران معاصر خودمون به دو روی کرد توش وجود داره. یه فلسفه اسلامی است که همچنان بدون درگیری با مسائل معاصر در واقع داره بحث میکنه و اون هنوز عالمش عالم بطلمیوس هستن. یعنی شما وقتی میرید سراغ مسائل، وقتی شما میرید سراغ اون روی کرد، یعنی فلسفه اسلامی که داره جدای از حرکات جامعه، مسئلهش مسئله روز نیست. اون سیستم فلسفه و قرائت اون فلسفه اسلامی به اون نه، خب طبیعی است که عالم عالم بطلمیوسی است و هنوز داره توی اون فضاها در واقع طراحی فلسفی میکنه و بنابراین از سیستم خارج نمیشه هیچ وقت. طبیعی هم هست دیگه، چون اصلا همون مبادی تصوری داره و مبادی تصوریش همون قدیمی است. یه فلسفه اسلامی دارید که این در بدنش تماس گرفته به این مشکلات روز فلسفی که هم وارد میشه هم به لحاظ بافت اجتماعی حادث میشه برای ما. من اعتقاد ندارم که فلسفه اسلامی با این قرائت، با این تماسی که میگیره، همچنان اونجوری بطلمیوسی فکر بکنه و این حرفا. شما میبینید که خیلی از کسان که خودشون رو ارباب فلسفه اسلامی حساب میکنن، امروز حتی بحث جوهر عرض رو طرح نمیکنن، یا اگر طرح میکنن خیلی انتقادی و کریتیکال نگاه بحث میکنن. خیلی هستن که این کار انجام میدن و بعدم وقتی صحبت میاد، مثلا شما نگاه بکنید در بحث هایی که راجع به ارتقای مثلا اصالت وجود و این حرفا میشه، بحث ها به نحوی مطرح میشه، یعنی معطوف به مسائل معاصر در واقع مطرح میشه. حالا البته این پروسه جهونه، در حال شکل‌گیریه، برخلاف نورتونیسم غربی که الان دیگه جا افتاده است. نورتونیسم غربی جا افتاده، ولی به هر حال در مورد ما هنوز این حرکت جوونه. هنوز درست می‌فرمایید، اون بحث سنتی در قالب‌های خودش همچنان شاید تو حوزه‌های فکری اسلامی حاکم باشه، ولی این دیدگاه هم به هر حال جای چیز داره. شما هنوز هم بخواید عرفان بخونید، هنوز نظام عالم رو بطلمیوسی باید تصور بکنید تا به عرفان نظری یک نحوه ارتباط نفوس رو عرض کنم که راز افلاک و این حرف رو بالاخره یک جوری هنوز نوع افلاطونی به مسئله نگاه میکنیم وضعیت. و در حال اینا یک مسئله است که باید با زمان پیش بره تا شکل بره. من هنوز نمیدونم این در حال، ولی فکر میکنم که این اتفاق افتاده و انشاءالله جلوتر هم میده. یعنی یه چیزی به اسم فلسفه، یعنی نوگرایی تو فلسفه اسلامی، معنی درست کلمه‌اش، نه که معنی که سطحی بکنن بحث رو، اون سر جای خودش پیش میاد. نمیدونم حالا بعد بحث کارشناسی شده باشه، بعد اینم بعد اون دیدنش به کارشناسای فلسفه اونه که در مورد سطحی فلسفه اسلامی هستن توی مملکت که راجبش نظر، ولی اجمالا اینجوری است در داستان غربی ها که حداقل شده مثال نظر کنیم که اینجوری. من داشتم راجب این صحبت کردم که فلسفه حیات به هر حال به این معنا، یعنی بحث حیات برای هوسر معطوف به اون چیز اتفاقاتی است که توی ایدئالیسم نظری آلمان افتاد و اون اتفاقات در واقع به قول دیلتای با فیخته شروع شد و با هگل تکمیل شد. در هوسر مسئله از بعد آگاهی مطرح شد و چون که اشاره کردم این مسئله به طور مشخص در، یعنی از زاویه ارتباط زمان و آگاهی در هوسر شد. گادامر، اگر دوستان رو مایل بدن وقتی بحثی رو این بحث رو دنبال بکنن، گادامر یه بحث بسیار قشنگی داره در کتاب حقیقت و روش که این مسئله که حیات در هوسر چطور محور شد و رابطه زمان و آگاهی چطور چیز شد، در اون کتاب حقیقت و روش یه بحث قشنگی رو اجرا کرده گادامر. گادامر روایتی که گادامر میگه البته روایتی است که با اهداف گادامری هماهنگ شده، ولی طبیعی است که به هر حال روایت معتبری است به خاطر اینکه خود ایشون هوسر رو درک کرده و همینطور هایدگر رو که به هر حال جزء سندها هست خود گادامر. حالا بگذاریم، من منظورم این بود که اون رابطه زمان و آگاهی رو این مقدار توضیحش بدیم که این حیات اینجا چطور میشه و سوژه چطور سوژه حیی میشه، چطور سوژه حیی میشه برای این. چون لازمه که ما یک علم الحیات داشته باشیم، چون از برای خاطر اینکه ما میخوام علم الحیات داشته باشیم برای که سوبژکتیویته رو دوباره احیایش کنیم. حالا ببینید چه چه شکل هم برگردیم به بحث اینتنشنالیتی در هوسر اینتنشنالیتی رو دو جور قائل هست، دو نحوه اینتنشنالیتی قائل هست. اینتنشنالیتی اولا این که یکی دوتا نکته خیلی سریع، اولا اینتنشنالیتی
با بحث معناداری در ارتباط هست. چون که دوستان خاطرشون میاد اون مباحث قبلی که عرض کردم، وقتی شما به چیزی توجه و التفات میکنید همزمان دو تا چیز اتفاق میفته، یکی آیدیشنی که اتفاق میفته و یکی کانستیتیوشنی که اتفاق میفته. آیدیشن چی بود خاطر دوستان میاد؟ آیدیشن این بود که ما وقتی به چیزی توجه میکنیم صورت بخشی میکنیم. کلمه آیدیشن معنی صورت بخشی، آیدوس بخشی و صورت بخشی. آیدوس چیه؟ آیدوس با معنا کردن اون داده مادی است که اومده بالا. در شهود تجربه یک سلسله چیزهایی به ما داده میشه، در شهود ماهوی ما چیکار میکنیم؟ ایده میبخشیم به اون، آیدوس میبخشیم به اون و معنادارش میکنیم. آیدوس بخشیدن به معنای معنادار کردن هست، به معنای صورت بخشیدن هست، به معنای ماهیت بخشیدن هست. اینا همش یه معنا میده برای حوصل. ولی کلمه ایدیشن رو نمیشه توی فارسی شاید به یک کلمه ترجمه کنیم. یکی از اشتباهات اون کتاب کذایی که وقتی هم ذکر خیرش بود این بود که کلمه ایده رو توی پندارگرایی و آرمانگرایی و این حرفای جایی آیدیالی رو مثلا کلمه آرمانی و این حرفا ترجمه کرده، در حالی که اگر این کسی با حوصل آشنا باشه کلمه ایده توی حوصل کلمه آیدوسه و معنای صورت میده، صورتی که به قول خدمای خودمون فعلیت هر چیزی در گروه این صورت هست برای حوصل نه به همین معناستر. چون حوصل در کتاب ایده های جلد یک و در کتاب تحقیقات تحت نفوذ افلاطونی است و البته بعداً خودش هم اظهار میکنه که من از نفوذ افلاطونی خودم رو خلاص میکنم، اما در این مسئله همچنان مسئلهش معنا بخشی و صورت بخشی و ماهیت بخشی. برای این فرایند ایدیشن است. کانستیتیوشن چی کار میکرد؟ کانستیتیوشن صفت قوام یافتن این معناست. وقتی این معنا قوام پیدا میکنه اینتنشنالیتی محقق شده، یعنی من وقتی به چیزی التفات میکنم همزمان اون چیز رو معنادار میکنم برای خودم. وقتی این چیز معنادار میشه برای من اینتنشنالیتی محقق شده. حالا این اینتنشنالیتی که گفتیم و سوابقش توی آثار قدیم تر حوصل هم هست، این اینتنشنالیتی رو بهش میگیم اینتنشنالیتی عمودی. اینتنشنالیتی عمودی است. اما حوصل به اینتنشنالیتی عمودی فقط چیز نمیکنه. اینتنشنالیتی یک صورت افقی پیدا میکنه. در آثار متأخر حوصل ما از اینتنشنالیتی به صورت یک امر افقی نگاه به صورت صحبت میشه. تو پرانتز اشاره کنم که ملوپونتی بعداً تحت تاثیر همین بحث‌های روسر از اینتنشنالیتی مبرر هم صحبت کرد. حالا اون کار تو سبایی است. اینتنشنالیتی عمودی کارش چیه؟ اینتنشنالیتی عمودی کارش این است که ما اوبژه ها رو با معنا میکنیم. اما اینتنشنالیتی عمودی تاریخ و زمان نداره. لذا چیه؟ دفعیه. یعنی ذهن من التفات پیدا میکنه و میگه کوانتومیه به تعبیری بسته بسته ای مراجعه میکنه، پیوستگی توش نیست. خب ولی حالا بیایم این ارتباط سوژه اوبژه رو که اینتنشنالیتی در این وسط عمل کرد پیدا میشه، این رو بسپریم چشم به چشم تبدیل میشه به یک امر افقی. توی پرانتز اینتنشنالیتی ماهیت آگاهی بود، درسته؟ اصلا آگاهی یعنی اینتنشنالیتی. اینتنشنالیتی هم که اینا فرآورده‌هاش بود که الان صحبت کردیم، آیدیشن. آگاهی برای حوصل در نسبت اتفاق می‌افتاد. از مقوله اضافه است به تعبیر قدمای خودمون. حالا من نمی‌دونم حالا این یه وقته اینا به کار می‌بریم خیلی من با احتیاط اینا رو کار دارم، چون اینا یه وقته آدم یه برداشت دیگه ممکنه داشته باشه. به هر حال این نسبت آگاهی در نسبت اتفاق می‌افته. روز بله بله یعنی بین سوژه و ابژه است، در واقع نسبت بین سوژه و ابژه. چرا؟ چون آگاه شدن من نفس اون اینتنشنالیتی هست از نظر حوصل. خب در وقتی که سوژه میگه من آگاه هستم، این آگاهیه این نسبت رو برقرار کرده و اون فرایند ایدیشن و کانستیتیوشن همزمان اتفاق افتاده. تا اینجا داریم. حالا در اون کتاب اینر تایم کانشسنس حوصل آمده و صحبت چیز کرده، حوصل آمده و صحبت نسبت زمان رو با آگاهی بیان کرده. نسبت زمان رو آگاهی
چطور میشه که این زمان با آگاهی در واقع ارتباط برقرار پیدا کنه؟ آگاهی ما یک نسبته، خب اما این هر نسبتی یک جان دو قطب داره، یک جانب قبلی داره یک جانب بعدی داره. اگر نسبت هایی که ما در نظر پیدا اگر ما نسبت هایی رو در نظر بگیریم، ما همیشه این نسبت رو میتونیم براش دو طرف قائل بشیم. این طرف ممکنه سوژه باشه، ممکنه ابژه باشه. یک طرفش سوژه است، یک طرفش ابژه است. ما برای اینکه این نسبت رو داشته باشیم احتیاج داریم به یک افق. یک افق، افق مفهوم زمانیه، اما این افق برای ما در افق آگاهی برای ما در وهله اول به صورت بستری ظاهر میشه که ما بین سوژه و ابژه ارتباط بتونیم برقرار کنیم. حالا این که اتفاق میفته موقعی که من از این وضعیت عمودی که در بین سوژه و ابژه هست منتقل بشم به انتر سوبژکتیویته. انتر سوبژکتیویته چی هست؟ یعنی این که در تمام افراد انسان در واقع یک همچین اتفاقی داره میفته و ما اینها رو با همدیگری نزدیک میکنیم. این بس مال روسه. انتر سوبژکتیویته یعنی اون مثلا نسبت های مشترک سوژه و ابژه که بین همگان مشترک هست، تشارک اصلا میان ذهنیت هرچین با ترجمه شده. ولی انتر سوبژکتیویته یعنی یه سوبژکتیویته ای که در واقع به همه انسان ها در واقع تسلی داره و مشترک جهان مشترک انسان هاست در واقع. خب این در جهان مشترک انسان ها آیا بازم ارتباط سوژه ابژه به نحو به صلاح موردی است؟ نه. تا وقتی که سوژه فردی باشه سوژه به ابژه اینجوری عمودی توجه میکنه، اما وقتی که من میخوام اینا رو با شما مقایسه بکنم با شما شعرش کنم این به صورت افقی در میاد بیرون. یعنی به چه شکل در میاد بیرون؟ یعنی ما یک عالمی در مقابل این قرار میدیم که اون عالم همون اندر سوبژکتیویته ما انسان هاست. من آگاهی شخصی خودم رو با این آگاهی های دیگران مشترک میکنم. مشترک میکنم به چه معنا؟ یعنی تطبیق میدم در اندر سوبژکتیویته کلی انسانی. یعنی میام چیکار میکنم؟ یه افقی رو به اسم عالم ترسیم میکنم، این میشه افق عالم. افق عالم، افق عالم کیفی است نه عالم مثلا فیزیکی، چون بحث عالم فیزیکی کناره، ما داریم در مورد در مقوله انسانی صحبت میکنیم. وقتی که انتر سوبژکتیویته انسان رو نگاه میکنیم تعبیر به عالم ازش میکنیم و بعد این افقش رو میگیم افق عالم. افق عالم یعنی جایی که من میتونم آگاهی خودم رو روش سوار بکنم. برای اینکه آگاهی من بتونه روی این سوار بشه در آگاهی های انسان ها، ببینید این سوژه ها همینطوری دارن انتنشنالیتی های عمودی به کار میبرن. من برای اینکه این انتنشنالیتی عمودی خودم رو با اونها تطبیق بدم با دونه دونه اینها تطبیق میدم، یک پیوستگی در اینجا ایجاد میشه تا شراکت معنا پیدا بکنه. یعنی من برای اینکه بفهمم که آقا انتنشنالیتی من با انتنشنالیتی این آقا با اون آقا با اون آقا مرتبط هست یا نیست، یک استمرار میخوام در اینجا. این استمرار از کجا در میاد بیرون؟ از همون افق انتر سوبژکتیویته عالم در میاد بیرون. خب یعنی وقتی من آگاهی خودم رو با دیگران تطبیق میدم، با یه نفر که تطبیق نمیدم که با یک مجموعه دارم تطبیق میدم، و لذا یک پیوستگی در آگاهی من در مقایسه با آگاهی‌های دیگران انجام میگیره. میخواد تصویب بشه میخواد تصویب نشه، ولی این استمراره در اینجا تعقب پیدا میکنه. یعنی وقتی اینتنشنالیتی مجرد از مقایسه با دیگران هست و حالت عمودی داره برای من، این حالت اصلا زمان توش سرایت نداره. ولی وقتی که میاد با دیگران تطبیق بکنه این زمان توش سرایت پیدا میکنه به دلیل استمراری که در این حالت هست. یعنی یک حالتی نیست که ما دیگه یه دفعه مراجعه کنیم تمام بشه داره. این مراجعات مکرر خود این آگاهی موردی من هست با سایر آگاهی هایی که دیگران به نحو مشابه دارن و مفهوم استمرار از توی این استخراج میشه. آگاهی زمانی درونی ما در واقع این اینتنشنالیتی افقی است. اینتنشنالیتی افقیه
آگاهی رو به صورت یک نسبت تعریف میکنه و این آگاهی با نفس زمان، با نفس این استمرار همراه هست در حالت افقی. خب پس اون اینتنشنالیتی عمودی و اینتنشنالیتی افقی، حالا داستان اینه که در اینتنشنالیتی عمودی ما احساس سوژه محوری میکنم، یعنی من احساس میکنم که منم که دارم این آگاهی رو، این آگاهی مال منه، منم که دارم در واقع این اوبژه رو میسازم، چون اوبژه ساخته سوژه فردی ماست. درسته؟ در اینتنشنالیتی افقیه که اختیار دست من فردی خارج میشه، چون در اختیار من نیست که این آگاهی من صادق باشه نباشه، این اوبژه مقبول من بوده، من ساختمش، اما در اختیار من نیست که حالا همگان این اوبژه رو بپذیرن نپذیرن، این به انتر سوبژکتیویته بستگی داره. این استمرار است که به من مشخص میکنه که این اوبژه‌ای که من ساختم اعتبار داره یا اعتبار نداره. درست شد؟ یعنی در واقع با اون آگاهی جمعی است که این آگاهی فردی من خودش رو تطبیق میده، یعنی مقبولیت پیدا میکنه یا مردودیت پیدا میکنه. تا اونجایی که اختیارش دست من هست، مثلا اینتنشنالیتی عمودی هست و من سوبژکتیو دارم فکر میکنم، احساس نسبت به من دست نمیده، یعنی سوژه همچنان اتوریته خودش رو حفظ میکنه. در پنجکتیویته و در اینتنشنالیتی افقی اتفاق جالبی که میفته این است که سوژه و اوبژه چی میگن؟ اتوریته خودشون از دست میدن، سوژه و اوبژه اصلا مطرح نیستن، اون نسبت استمراری است که غلبه پیدا میکنه بر سوژه و اوبژه، چون سوژه من دیگه استمرار زمانی پیدا نمیکنه که من منم بازواره، من جدایی از این داستان هستم، اما اون نسبتی که برای من بین سوژه و اوبژه من ایجاد شده اونه که استمرار تاریخی پیدا میکنه، یعنی آگاهی است که استمرار تاریخی پیدا میکنه و زمانی پیدا میکنه. برگردیم که خیلی چیز نشه، ببینید در این حال که ریشه هگلی توی قضیه هست، سوبژکتیویسم رو از حالت مکانیکیش خارج میکنه. موقعی که من سوژه هستم و به اوبژه توجه میکنم، حالت مکانیکی داره کاملا، من یه رفتی دارم، یه برگشتی داره، اینتنشنالیتی محفظ میشه، آگاه میشم، معنیدار میکنم، مکانیسمش کاملا مشخص هست. درسته؟ این تیپ سوژه در وهله اول چیه؟ در وهله اول خیلی توفیری با سوژه کانتی نداره، اونم یه سلسله معقولات داره، اینجا هم هستی های مادی داریم، هستی های به اصطلاح سوری داریم، شهود ماهوی داریم، شهود تجربی، یعنی مکانیزم هایی داریم دقیقا مثل کاری که کانت انجام میداد. این مکانیزم ها با هم مچ میشن، یه چیزی صادر میکنن، یه چیزی رو معنادار میکنن. تا اینجا من مفهوم حیات هنوز محقق نشده. مفهوم حیات وقتی محقق میشه که سوژه بودن من به عنوان یک اتوریته از دست من خارج میشه و تبدیل میشه به یک نسبت، یعنی آگاهی که یک نسبت هست ویژگی زمانی پیدا میکنه و استمراری پیدا میکنه و لذا تبدیل میشه به مقوله زنده تبدیل میشه. خب ما از سوژه به معنی مکانیکی کلمه منتقل میشیم به سوژه به معنای حی و حاضر و چیزی که در واقع دیگه حالا ساختار اجتماعی داره. خب تو پرانتز اینم اشاره بکنم بهش، از این مباحث بحث متافیزیکی استخراج نمیشه، یعنی بحث وجود سوژه مستقل و اینا برای ایشون مطرح نیست که حالا ما بحث بکنیم که آیا این سوژه وقتی که از حالت فردیش در میاد بیرون یک وجود متافیزیکی پیدا میکنه، استقلال پیدا میکنه به این معنا، این داستان برای ایشون مطرح نیست. دلیلش هم این است که وجود رو اساسا به معنی متافیزیکی از هگل به بعد نمیفهمن اینا. من مکرر خدمت دوستان عرض کردم که وجود از هگل به بعد، وجود جنبه فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی داره. درسته؟ یعنی من وقتی میگم که یه چیزی موجوده در برای اینا موجود بودن، این به معنی این نیست که یک امر انتزاعی برش در نظر بگیم. دازاین هایدگر خاطرتون بیاد، این خیلی نشوندنده خاص مورد خاصشه. هایدگر وقتی میخواد راجع به وجود انسان صحبت کنه، نمیره سراغ این که آیا این وجود چجوری صادر شده چجوری، این همینی که هست دیگه، یه بعد مکانی داره، یه بعد زمانی داره، بعد مکانیش بعد طبیعیشه، بعد زمانیش بعد تاریخی فرهنگیشه، قاطی پاتیه، یه مجموعه کامپلکسه
تاریخی فیزیکی مثلا چیزی نیست که در واقع نه به ابسترکت شما بخواید وجودش رو ابسترکت کنید و پیور نگاه کنید و لحاظش بکنید. درست در مسئله که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم در مورد وجود سوژه، شما وجود سوژه رو وقتی که جوهر فرض می‌کنی به نحو کانتی و شیئه فی نفسه لحاظش می‌کنی و مکانیکی در واقع این عمل می‌کنه، اونجا هنوز به لوازم متافیزیکی قضیه‌اش میتونی پایبند باشی، چون وقتی شیئه فی نفسه لحاظ می‌کنی اینو در واقع یک متافیزیک براش پیشاپیش فرض کردی، وجود نابی برای من فرض کردی، اما من ناب برای هگل امکان پذیر نیست، من ناب برای اینتر سابجکتیویتی امکان پذیر نیست، و لذا وقتی که من به صورت سوژه به عنوان افقی عمل میکنه و در واقع سوژه خودش توی بستر در میاد و خودش بسترمند میشه و زمانمند میشه، سوژه نه فقط از اون حالت جوهریتش در اومده بیرون به طور کلی، بلکه ویژگی اتوریتهی هم که در حالت عمودی داره از دست میده. چه چیزی اتوریته پیدا میکنه در اینجا؟ نفس این نسبته، نفس این نسبت. برای من شما شاید تصور این که نسبت اصالت داشته باشه خیلی کار مشکلیه، ولی برای هگه، برای حوسه و به طبعه حوسه برای هایدگر نسبت اصالت، این اصالت نسبتی هست. در طرح عالم هایدگری اگر خاطرتون باشه داستان از همین قرار بود که هایدگر نسبتها رو اصیل ده، اون نسبتی که من با وجود و وجود با من میسازه اون نسبت اصیله، نه من مهمه نه اون ساختار عالمی که ممکن مستقل فرضش بکنیم. این نفس این نسبته، چون در نسبته که حقیقت ظهور میکنه، در نسبته که وجود ظهور میکنه. و این نسبت ها همه چی هستن؟ نسبت ها همه زبانی هستن، نسبت ها همه زبانی هستن، معناش این است که نسبت ها همه فرهنگی هستن، همه تاریخی هستن. برای های دیگه معنیش این بود دیگه. این ریشش توی حسر ده، توی بحث حسر که الان عرض کردم خدمت دوستان. خب من نیستم دقیقا همینطور، یعنی انسانیت یعنی حالا انسانیت رو باز مفهوم جوهری ازش نفهمید، سوژه بودن، سوژه بودن که جنبه معرفتی داره، فقط رو خود، یعنی سوژه بودن من اگر در اینتنشن، اگر بخواد بحث ارتباطی و بحث های به صدا معرفتی پیدا بکنه، این فقط تو ساخته های انتر سوبژکتی میتونه تحقق و تعیین داشته باشه. برای این کار هم باید افقمند بشه، افقش هم افق زمانی است که از متناظر با اون ساختار انتر سوبژکتیویتی است که ما داریم. بگه من نام گرفتیم اون هم اجرد که من با انتر من ناب، یعنی یعنی چی من ناب؟ آه این اینه دیگه، توی حوصله شما ندارید. این اگر میخواستید این حرف رو بزنید توی فیخته میتونستید این حرف رو بزنید. در هگل دیگه من ناب به معنای چیزی نیست، در واقع اون روح مطلقی در واقع ظهور میکنه، جنبه منی نداره، در که به صراحت بگیم که یک من مطلقی است در اینجا، من آی نیست. چرا؟ چون شما وقتی صحبت من میکنید بحث‌های مثلا چیزی پیش میاد، بحث‌های روانشناسی معرفت شناسی پیش میاد در شما. هوسرل هم در واقع داره چیکار میکنه؟ در واقع این من رو داره تبدیلش میکنه به یک موضوع علم حیات، میخواد تبدیلش بکنه به این، یعنی میخواد در واقع سوژه رو ببره و سوژه رو به یک علم حیات تبدیلش بکنه، موضوع علم حیاتش بکنه، نمیخواد اون حالت معرفت شناسی مجرد رو در اینجا داشته باشه. در حوسر ما صحبت ترانسندنتال ایگو رو داریم، من استعلایی رو داریم، در کتاب کارتزیان مدیتیشن به تفصیل راجع به این صحبت کرده، راجع به من استعلایی. اما در کتاب بحران من استعلایی اساسا جنبه چیزی نداره، جنبه عمودی داره، جنبه اینتر سابجکتیو نداره. استعلایی پیدا کردن یعنی چی؟ استعلایی پیدا کردن در نهایت کاری که برای ایشون پیش میاد این است که من از بیرون نظارت بر این پروسه تبدیل بکنم. این من استعلایی در اینجا همچنان من فردی باقی میمونه، یعنی من فردی
من استعلایی همچنان من فردی، من استعلایی نمیتونه اون من نمیتونه اون سوژه‌ای باشه که مندک میشه و مندرج میشه در ساختار انتر سوبژکتیویته. یعنی شما در ساختار انتر سوبژکتیویته چه چیزی رو این نهایتا چه چیزی داره تطبیق میکنه با انتر سوبژکتیویته و خودش پیدا میکنه؟ آگاهی شما، نه سوبژکتیویته شما. ولی وقتی که شما تطبیق میدید این آگاهی رو با این چیز، نه که هویت این سوژه در نسبت تعریف میشه. میخواد اینو بگه در واقع یه مفهوم همکلمه اندراج رو که به کار بردم، حسین به کار اتفاقاً گادامر هم تو همون کتاب حقیقت و روش روی این مطلب اندراج خیلی مانور میده. یعنی میگه که حسین متأخر کتاب بحران سوژه رو به نحو اندراجی میفهمه. سوژه اندراجی مربوط هست به وضعیت افقی، وضعیتی که با عالم انتر سوبژکتیویته داره تطبیق میکنه. یعنی چی این هم؟ یعنی سوژه بودن سوژه در اون نسبت تحقق پیدا میکنه، سوژه منهای این نسبت سوژه نیست. گرچه در حالت افقی، در حالت عمودی ما سوژه رو اول قرار میدیم، نسبت رو با ابژه ایجاد میکنیم و میگیم ابژه ساخته خود سوژه، اما در نسبت افقی معلوم میشه که اصلا سوژه بودن سوژه در گروه این نسبت بوده. من اگر سوژه هستم در حالت عمودی برخوام اتوریته قائل هستم، نه به این دلیل بوده که چون من سوژه هستم بنابراین این نسبت ها رو برقرار کردم، به دلیل اینکه این نسبت ها در انتر سوبژکتیویته امکان پذیر هست من سوژه شدم. یعنی یه جریانی داریم معرفتی از بالا به پایین که من سوژه بودن خودم رو در اینجا مفروض میگیرم، یه جریان تاریخی تکوینی فرهنگی داریم که از اون طرف میام این طرف. وقتی از اون طرف نگاه میکنی از انتر سوبژکتیویته که بستری هست که من توی اونجا قرار دارم، از این جهت میشه به اصطلاح جنبه تکوینی پیدا میکنه. یه نکته من اضافه کنم بعد میگم. از دیدگاه هوسر این بحث زمانمندی سوژه و اینکه سوژه هضم میشه توی این جریان افقی و سوبژکتیو بودن به معنای مکانیکی نگاه کردن نیست، این بحث برمیگرده این که شما ذهن رو از دو زاویه نگاه کنید. تقریر جدیدی برای این بحث میکنم بکنم که بعد به سال شما برمیگرده که در واقع از دو زاویه نگاه کنید. یه زاویه درونی شما نگاه میکنید به ذهن و سوژه. در این نگاه درونی ذهن و سوژه نه زمانمندن و همین که سوژه اتوریته داره و استقلال داره. ولی اجازه میدید من چرا؟ درسته. حالا این نکته دوم که میخوام بگم تایید این حرفی که شما میزنید و فرمایش میکنید. ببین اون بحث دوم، بحث دوم هست دقیقاً ناظر به همین بحث است. شما وقتی به طور درونی نگاه میکنی خودتو متمایز از حافظه میبینی و لذا برای خود یه اتوریته قائل میشی. که وقتی که شما از بیرون نگاه ذهن میکنی، نگاه دومه، از بیرون که نگاه ذهن میکنی، منه چیه؟ منه همون حافظه پدیداره. ذهن و سوژه چیزی غیر از یک پدیدار در ساحت سایر پدیدارها نیست و لذا ذهن زمانمنده و لذا ذهن با حافظه ارتباط برقرار میکنه و از این جهت ذهن یه پسی پیدا میکنه یه پیشی. اختلاف این دو نگاه این است که شما یه بار که ذهن را از درون نگاه میکنید این بحث عمودی است، این بحث عمودی است، نه زمان توش مطرحه، نه شما خودتو مساوی حافظه میگیری، نه بحث چی حساب میکنه و اصلا سوژه زمانمندی است، بلکه سوژه به نظر میاد که حاکم بر زمان است. اختلافش با هگل هم تو پرانتز دارم برای شما روشن میشه. در هگل زمان از فروعات وجود سوژه است و لذا وقتی که زمان بست پیدا میکنه سوژه توی بستر زمان بدون اینکه سوژه بودنش منحل و مندک بشه، یعنی مفهوم اندراج نیست توش، سوژه فقط چیکار میکنه؟ خودش رو هی ریکاور میکنه، هی خودآگاه‌تر میشه، خودآگاه‌تر میشه، ولی سوژه بودنش از بین نمیره. این استمرار تاریخی باعث نمیشه که سوژه، چرا؟ چون زمان و تاریخ از لوازم وجود سوژه هست. هوسر در واقع این رو در بعد عمودی به این نحو نگاه میکنه که هگل نگاه کرده، یعنی زمان از لوازم وجود سوژه. سوژه در دیدگاه عمودی حاکم بر زمان هست، اما در دیدگاه افقی چی؟ در دیدگاه افقی نخیر،
اصلا این وضعیت نیست، بلکه سوژه، سوژه توی ساختار خود این زمان مندرج میشه و مندک میشه و تبدیل میشه خودش به یک پدیدار، و این خودش به پدیدار یعنی جوهریت که دیگه از دست رفته است اینجا، و وقتی تبدیل شده به پدیدار یک امر زمانمند میشه، یعنی یه پسی پیدا میکنه، یه پیشی پیدا میکنه، و اینتنشنالیتی عمودی افقی که عرض کردم مستمره و زمانمنده به خاطر این داستان هست که اینجوری. پس به طور کلی این دو تا دیدگاه هست. ببخشید که همه شما زمان تاریخ به من تاریخی نیست بر بر یعنی محض عمل میکنه من بعد دیگه تو من وقت زمان رو من بین هگل و حوسه برقرار کرد. نه که این وقت در هگل سلام مبارکات رو در نظر هگل فقط همین، یعنی بودن انسان معلوم به این من از خود دیگانش، یعنی فرد سوژه در واقع اگر شما لحاظ نکنید نمیتونید انسان من باشید. آره دقیقا همینطور برد در حوسه اینجور میشه، به دلیل اینکه عرض کنم این از نگاه دومشه فقط از این که شما در واقع ذهن تنجا تبدیل میشه به یک پدیده ها. بله به سمت که به سمت غایته، اصلا یعنی مفهوم حیات هست. من تا من یه چیزی فقط اضافه کنم به یعنی حاشیه بزنم فرمود شما، برای ببینید مفهوم زمان و مکان، اصلا طبیعت و تاریخ قائم به مفهوم مکان و زمان هم دیگه، یعنی شما یه سوژه در نظر بگیرید ریشش کانتیه، صور شهود حسی ما یکی زمانه یکی مکانه. این زمان و مکان در واقع وقتی شما سوژه رو مطلقش میکنید مثل هگل، این زمان و مکان هم باش چی میشن؟ مطلق میشن، ولی اینا از لوازم وجودی این سوژه باقی میمونن. خب پس لوازم وجودی سوژه یکی زمان و یکی مکانه، از بعد مکانیش طبیعت میاد بیرون، ولی زمان میگه اون بحث از خود بیگانگیش هم همینه که این طبیعت اصلا مال توه، تو فکر کردی جدایی از تو و از خود بیگانه است، طبیعت در واقع صورت از خود بیگانه سوژه است، معناش اینه این طبیعت از بعد مکانی تو استخراج شده، و همینطور که تاریخ از بعد زمانی تو استخراج شده. بنابراین این دوتا در نهایت وقتی من به خودآگاهی میرسم این دوتا رو بازکشفش میکنم، درسته؟ این ریدیسکاور کردن این بطر زمان و مکان رو با هم متحد میکنه توی اون مطلق، به دلیل این هست که این دوتا مال خود من بودن اصلا، چیزی از من نمیدونستم این مطلب. در حوزه به این شکل نگاه قضیه نمی کنه، چون اساسا ببینید زمان و مکان برای حوزه اون جنبه چیزی رو نداره، هیستوریسیستی رو نداره. من شاید این رو قبلا خدمت دوستانم گفته باشم که ما یه هیستوریسیزم داریم یه هیستوریسیتی داریم، اینا با هم فرق میکنن و نگاه هم فرق میکنه. وقتی شما هیستوریسیست هستید مثل هگل نگاه میکنید، و بنابراین شما لزوما باید اون دوتا رو دوتا چیز بگیرید، در واقع سوژه بودن سوژه رو حفظ بکنید و اون دوتا رو گلی ناویزون بکنید. ولی وقتی شما هیستوری سیتی داری خود این سوژه میتونه توی این کانال زمان شناور بشه، سیال بشه در هیستوری سیتی. بنابراین در مورد حوزه که بعد نوع هیستوری نگاه هایدگر به تاریخ هم همین جوره، منطقه او اصیلتر و با منطقه بیشتر، ولی برای ایشون بحث همینطوره. ببینید وقتی که نسبت زمان و آگاهی در واقع مشخص میشه توی انتر سوبژکتیویته، سوژه فردی من در این بستر زمانی فعال میشه، ولذا فعال میشه، سیال میشه و دیگه اتوریته خودش از دست میده، تبدیل میشه به یک پدیدار، تبدیل میشه به یک چیزی در میان این دریای بیکران انتر سوبژکتیویته، ولذا تعیین حدودش و امثال این حرفا دیگه از دست من فردی خارجه. هر وقت من برمی این حالت استعلاییه که وقتی من برمیگردم به من فردی خودم، این زمان در واقع دوباره گم میشه، یعنی من خودم رو جدا میکنم از انتر سوبژکتیویته. این ویژگی در سوژه، این از ویژگی های خود حیاته که شما میتونید ترانسند بکنید از وضعیت منی که در انتر سوبژکتیویته است به منی که حالت استعلایی پیدا میکنه. این وضعیت میشه پیش بیاد. حالا اینو جمعش بکنم چون دیگه موضوع دیگه وقتم داره تمام میشه، جمعش بکنم که حالا نمیدونم یه تضمینی ازشون، چون من می‌خواستم انواع علم حیات رو بگم که حالا این دیگه میمونه، یعنی صورت
در حسر که حالا جنبه سه وزیرش رو بس کنیم، این اون رو بر جلسه آینده، ولی من این بحث رو جمع کنم در اینجا. خلاصه این بحث این شد که سوژه یا من از اون وضعیت استقلالی خودش در انتشنالیتی عمودی میتونه در پروسه انتر سوژکتیویته به یک وضعیت سیال و بدون مثلا انتزاع و جدایی تبدیل بشه و سیالان پیدا کنه. ثمرش چیه؟ ثمرش این است که شما وقتی که در افق انتر سوژکتیویتی هستید از حیات صحبت میکنید به عنوان استمرار زمان، به عنوان استمرار زمان. وقتی انتر سوژکتیویته به من این اجازه رو میده که من سوژه خودم رو هم سیال کنم توی این دریا، در واقع من سوژه رو از حالت مکانیکیش در آوردم و تبدیلش کردم به یک چیز حی حاضر که در انتر سوژکتیویته هست. یعنی این دیگه اتوریته نداره، حرف آخر رو نمیزنه. این حرف آخر زدن مال اون نسبت هایی است که برقرار میشه در انتر سوژکتیویته، نه مال سوژه من. معنی حی بودنش این است، معنی حیاتش این است، و لذا من میتونم در واقع در این بستر انتر سوژکتیویته سیالان بکنم. یک آگاهی من میتونه تخلیه بشه، یک آگاهی من میتونه تصویب بشه، و ارتباطات اینها در واقع در اختیار من نیست اصلا، چیزی است در انتر سوژکتیویته همگانی. حالا هفته بعد میگم که انتر سوژکتیویته میتونه حوزه‌ای باشه، میتونه مطلق باشه، ولی نکته جالبش این است که مفهوم حیات بیولوژیک نیست اینجا. حیات الان چنان که ارتفاع فرمودن دوستان استمرار زمانه، حیات استمرار زمانه. توی پرانتز برگسون یادتون بیاد، برگسون حیات رو بیولوژیک میفهمید و زمان رو هم بیولوژیک میفهمید، و بنابراین و اون هم استمرار زمان میفهمید از حیات، منتها استمرار زمان بیولوژیکی. برای ایشون این استمرار زمان به نحو غیر بیولوژیکی است و حیات در اینجا معنای همین استمرار زمان داره. اگر حیات معنی استمرار زمان داشته باشه، یعنی سوژه که الان به نحو مستمر در این جریان آگاهی داره ساخته میشه در انتر سوژکتیویته، به سوژه حی حاضر تبدیل میشه. میخواد چی کار بکنه؟ اینم بگم تمامش کنه، نمیگم دیگه، یعنی در واقع مدخل بحث آیندهام بشه اگه یادم نره بسه اون بحث چیز دوباره. این من به اون بحث برمیگردم شد. این چیز هست در واقع مفهوم حیات به این درد میخوره که ما بیایم بگیم فلسفه به عنوان متکفل بحث از آگاهی و سوژه معطوف به یک همچین انتر سوژکتیویته است، و نهایتاً ایشون میخواد تصمیم بگیره که اگر ما بتونیم فلسفه رو تبدیل بکنیم به علمی مربوط به حیات، میتونیم فلسفه رو از بحران نجات بدیم. و اگر کار دوم برای ببینیم وظایفش چطوری است، وظیفه اولش این است که این فلسفه رو تبدیل بکنه به علمی مربوط به حیات. وقتی میگیم حیات یعنی همین استمرار زمانی. کدوم استمرار زمانی؟ استمرار زمانی درون اینتر سوبژکتیویتی. خب پس در واقع فلسفه تبدیل میشه به یک علمی مربوط به این انتر سوبژکتیویته که اسمشو میذاریم حیات. یعنی فلسفه عبارت است از علم الحیات. خب این حالا سر جای خوده. وظیفه دوم اینه است که ما بقیه علوم طبیعی رو که دیلتای میخواست اونا رو سوایی نگه داره، اونا رو یه تور بندازیم بیاریمش توی توی همین بستر انتر سوبژکتیویتی کلی، و در واقع دوباره اونها رو تنابشون رو به میخ فلسفه توی زمین فلسفه بکوبیم. بنابراین اونها رو هم از بحران نجات میدیم. رفع بحران رو در حالا یه تفصیل مختصر که هفته آینده خواهیم داد از این طریق میده، یعنی تبدیل کردن فلسفه به علم حیات. و تبدیل کردن فلسفه به علم حیات ملازمت داره با اینکه همه چیزهایی که به نحوی در این حیات یعنی انتر سوبژکتیویته دخیل هستن یه ریشه توی خاک فلسفه دوباره بدونن تا این بحران حل بشه. این یه راه حل بحران هست که انجام خواهد گرفت. حالا با یه مقدار که دوباره من این مطلب اخیر رو هفته جلسه بعدمون تقریر مجدد می‌کنم اونجا از دوستان هست که سوالی نبودم بکنم که خوبجن چیزی؟
من یه بحثی کردم قبلا در بحث روش پدیدارشناسی احسن چطوری ابژه در واقع در مکانیسم اون روش پدیدارشناسی ساخته میشه، ساختن ابژه ولی اون مال کجاست؟ مال اینتنشنالیتی عمودی است. در اینتنشنالیتی عمودی ما ابژه دیگه نمیسازیم، نفس نسبت آگاهی عرضه میشه به تعبیر دیگه کل سیستمی که ما در اینتنشنالیتی عمودی داریم کلن عرضه میشه به انتر سوبژکتیویتی و در اون در واقع بالا پایین میشه. التماس صدا